1439 پروژه هم جمهوری اسلامی متولی تأمین خسارت ها به افرادش بوده که شامل 3035 پرداخت خسارت خودرو، 2200 خسارت اخشام و 8000 مورد خسارت زمین های زراعی در مناطق مختلف. هر جایی که خسارت دیده بوده ناشی از جنگ سرسره بوده، وظیفه الهی و انسانی خودش بوده که انجام، چون مردم لبنان مردم عزیزی هند. اما خدا رو شکر وضعیت ما از قبل بهتر شده، به خونه هامون برگشتیم. این خونه ها و خیابون های جدید از قبلی ها خیلی بهتره، چیزهایی داریم که قبلا نمیتونستیم داشته باشیم. اینها همه از کمک ایرانه، کمک مادی و کمک معنوی. فقط ایران پشت سر ما ایستاد. اگه کمک ایران نبود، ما هنوز از این خونه به اون خونه آواره و اجاره نشین بودیم. ایران حتی اجاره خونه ما رو هم میداد و لوازم زندگی ما رو مهیا میکرد. با درود به ملت عزیز ایران که در هر جای دنیا زندگی میکنین، چی در ایران، چی در اروپا، چی در امریکا، هر جا هستین دلتون خوش باشه و همیشه شاد باشین و سلامت باشین. به سال خوبی رو شروع کردین، به ایمان دارم که سال پر از برکت برای همه خواهد بود. هرچی هم امروز ایران ما غم زده است، ایران ما سیل زده است، ولی هرچی هم که ایران داغون داغون هم بشه، ولی این ایمان داریم که دست خدای ما با ایرانه. آخرش هم ملت ما پیروز میشه. ایمان داریم که ملت پیروزی از آن ملت ماست. اینو اول برنامه پخش کرد یاسر جان عزیزم، برای اینکه شما بدونید ملت ایران سیل بیاد، طوفان بیاد، ایران زیر و زبر بشه، ایران ویرانه بشه، مردم ایران بمیرن، این آخوندا، این حکومت، این رژیم، این مسئولین هیچ کاری برای شما انجام نمیدن. اینا همه سنگ و دل لبنان میزنن، سنگ به دل سوریه میزنن، نمیدونم همش غریب پرستن، عرب پرستن، اصلا به ایرانی جماعت اهمیت نمیدن، اصلا کیر نمیکنن که ایرانی کی هست. اصلا ایران فقط برایشون محل چپاوله، ایران برایشون محل کسب و برای محل پول در آوردنه. اصلا هیچ چی رو اینا نگاه نمیکنن که ملت تو خرم آباد، اون همه سیل در گلستان، اون همه سیل در شیراز، در همه شهرها، اصلا کیر نمیکنه اینا. الان اصلا نمیفهمن اینا که مردم چی دارن میکشن، اصلا اینا نمیفهمن که چی کار باید بکنن. شما در امریکا، در اروپا میبینی وقتی سیل میاد، امدادی که میاد به همون روز هلیکوپتر، قایق، نمیدونم ماشینای شاسی بلند خیلی بزرگ که آب تا مثلا تا 2 متر آب را میرن توش که ماشین اذیت نمیشه، مردمی که اگه جا موندن اونا رو وردارن. ولی اینا چیکار میکنن؟ فقط میان عکسای سلفی میگیرن، عکسا از آب و خودشون میگیرن. اونجا میبینن 4 نفر دیدم که توی این مدیا داشت میومدن سینه میزدن، یا میان عکس میگیرن میگن که ما مسئولی اینجا داریم کار میکنیم. به خاطر همون اول برنامه اینه نشون دادیم به شما. صحبت زیاده، بذار من برنامه رو با دعای آغاز بکنم. خداوند عزیزم، شکرگزار و سپاسگزارم برای این وقتی که ما من دادی قدوس. ای خداوند تو حمایت کننده و هدایت کننده برنامه من باش. ای خداوند دلها رو لمس بکن ای قدوس، و رهبریت برنامه من به هوده بگیر ای قدوس. ای روی پاک مسیح خداوندم، با مردم ایران باش و ما ملت و قوم ایران را ببخش ای خداوند، اگر پدران ما گناه کردند. خداوند شکر گذارتیم که دست پر از مهرت روی ایرانه. ایمان دارم که امسال سال پیروزی ایرانیا میشه، چون ایمان به وعده های تو دارم. ای خداوند شکرت میکنم برای این برنامه، هرچی از زبانم بیرون میاد نام تو رو جلال بده. ای خداوند
به من و به مردمی که میبینن خداوندا در دستای تو بشه. مرسی، ممنونم ازت، به نام عیسی مسیح، آمین. خب عزیزان شمالی، امیدوارم که با این باز سیل اومد، همه چیز خرابی اومد، اما میدونم که دلاتون شاده. ایمان دارم که هر جا هستین شادین، چون شمالی ها همیشه شادن. غم قصه میاد، ولی بایستی آدم یه ذره در این گرفتاری شادی هم بکنه که بتونه زندگی رو به پیش ببره. بله، داشتیم اینی میگفتیم که اینا فقط سنگ دل لبنان میزنن، اصلا هیچ برای ایرانیا هیچ چیزی قائل نیستن، چون برای اینکه کاردان نیستن، نمیدونن چی کار باید بکنن، چون دزدی هاشون نمیذاره، به خاطر اینکه اینا آدمایی هستن که نه کار چیزی رو بلد نیستن، هیچی میخوان، همیشه هی حرص و طمع پول و مقام و قدرت دارن، جاده رو انعراف میدن، رودخانه رو انعراف میدن، نمیدونن سدسازی های بی خود میکنن، به خاطر اینکه پول ایران رو ببرن، به خاطر اینکه مقامی داشته باشن، به خاطر اینکه قدرت در دستشون باشه. اینا به هیچی اهمیت نمیدن، هیچی برایشون مهم نیست، هیچ چیز. ما ملت ایران باید باهوش باشیم، ما ملت ایران باید این روزا باهوش باشیم، همینجوری که در گرفتاری ها متحدیم، با هم کمک میکنیم، یک قدم بذاریم بیرون، میلیون ها آدم بیافتیم تو خیابون، بگیم که شما رو نمیخوایم، واقعا شما رو نمیخوایم. ما وقتی میفتی بیرون میگی نمیخوام، هیچ کس نمیتونه با میلیون آدمو بیاد به تیر ببنده، برای اینکه اینا خودشونم میدونن که افتادن، از استاره اینا سوء استفاده میکنن از ملت، به خاطری که میبینن هر بلایی که سر ملت میارن ملت تکوم نمیخورن، هر بلایی که تا الان 40 سال بر سر ملت ایران آوردن، ملت ایران میگن یه جوری با ما کنار میان، سیل بشه با ما کنار میان، نمیدونم جنگ بشه با ما کنار میان، نمیدونم تحریم بشه با ما کنار میان، هر چی باشه مردم با ما کنار میان، مردم میدونن که ما میدزدیم میخوریم ولی با ما کنار میان. هست اینجوری یا نیست؟ دروغ دارم میگم؟ شما خودتون بهتر میدونین، شما خودتون در ایران دارین زندگی میکنین، با پوست و استخون و گوشتتون دارین حس میکنین اون چیزی که داره اتفاق میفته. کشور ما، زمین ما، از اون روزی که اینا اومدن، کشور ما، زمین ما، ایران ما لعنت شده، چون اینا از خدا نیستن، چون اینا خداپرست نیستن، اینا همه بت‌پرستن. من 3 روز تا دیروز 3 روز روزه گرفته بودم، به خاطر اینکه هم خودم در خداوند قوی بشم، همین که واقعا برای ایران دعا بکنم، برای مردم دعا بکنم، برای خودم و خانوادم دعا بکنم. دیروز که نشسته بودم داشتم دعا میکردم برای ایران، این چند کلمه رو نوشتم در اون دعای خودم. من ایمان دارم که وعده خداوند همینه، همینی که الان من میخونم براتون. نوشتم روزی ایران مکان و جایگاه خداوند خواهد شد و ایرانیان مثل شهر اورشلیم دوباره آباد خواهد شد، چه این را خداوند، چون این را خداوند گفته است. هرچند که تنبیه شوند، اما برای سازندگی قوم خواهد بود. ایمان دارم روزی خواهد رسید که جای ایران نام یهوه خدای زنده را خواهند سرایید، چون این قول خداست که بعد از خرابی ها ایران آباد خواهد شد. این سرزمین ایران باید از لعنت بیرون بیاید، لعنتی که یک روز خواهد رسید که تمام این بت ها، امامزاده ها، تمام این تیمسار ها، بت ها نابود خواهد شد و سرزمین ما آباد و مردم ما آزاد خداوند زنده را پرستش خواهند کرد. اینو دیروز در دعای من، دعایی که برای ایران داشتم میکردم، دعا برای همه چی میکردم، اینو خداوند
نوشتم همه از روی خداوند بود نوشتم. ایمان دارم که خداوند اینو علیکی با من نداده من بمیسم. من ایمان دارم که روزی خواهد شد که مردم یهوه خدای زنده رو پرستش خواهند کرد. تمام این امامزاده ها و این بوتا لعنه شده همه میفتن میرن. از ایران میرن بیرون. ایمان داریم که به زودی زود خواهد شد. بذار شعر ما رو بخونیم، بعض موقع یادمون بره شعر ما رو بخونیم. میگه این شعری که سرودن برای عیسی مسیح، برای شما عزیزانم گوش بدین، چون صلیب عیسی مسیح نجات دهنده عالمه. خداوند عیسی مسیح روی صلیب رفت که من و تو رو از گناه نجات بده. جان خودش روی صلیب داد، خونش رو ریخت تا من و تو نجات پیدا بکنیم، تا من و تو در زندگی آرامش پیدا بکنیم، تا من و تو زندگی پر از شاد داشته باشیم، نه غم و غصه بیاد هی بت پرستی بکنیم، هی نمیدونم غمگین و ناراحت و تو سری خور باشیم. نه، خداوند زندگی رو به ما یاد میده با جون خودش که در صلیب گذاشت. میگه یوغ بردگی ما ز دست عیسی برداشته شد، در صلیب عیسی رنجای ما برداشته شد، از صلیب عیسی جانهای ما آراسته شد، از صلیب عیسی فکرای ما وارسته شد، از صلیب عیسی جانهای ما از مرضها پاک شد، از صلیب عیسی روحهای ما آماده شد، از صلیب عیسی خونهای ما پاکیزه شد، از صلیب عیسی فکرهای ما روییده شد، از صلیب عیسی گناهان ما بخشیده شد، از صلیب عیسی جانهای ما به هم پیوسته شد، از صلیب عیسی فکرهای انسان باز شد، از صلیب عیسی قلبا با محبت پیوسته شد، جملگی دردها و رنجهای ما در خداوند بیگانه شد، چون که روی عیسی تابیده در قلبای ما یک جهان خوشحالی و آزادگی در روی ما، در بدنها فکرهای ما افشانده شد، تا در آن دنیا جملگی با عیسی زیر تخت فیض او زندگی آماده شد. جلال بر نام عیسی مسیح باد. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. به هر حال داشتیم صحبت میکردیم از این سیل زده ها، از این بدبختی که این حکومتدارای ایران برای ما آوردن. پری روز سر کار یه دونه از این شیخ مصری اومده بود، داشتیم همینجوری صحبت میکردیم، بعد به من میگفت که برادر اسلام is the best religion، یعنی میگفت اسلام دین خیلی خوبیه. گفتم که یک سوال ازت میکنم، اگه این سوال به من جواب دادی من میگم اسلام دین خوبیه. گفتم در سوره مریم 71 محمد میگه همه شما میرین به جهنم، چرا اینی میگه؟ این چی پیامبری است؟ این چی پیامی است که از خدا اومده؟ گفت که نه، من عربم، من میدونم چیه. گفتم چیه؟ گفت که اینا کراس میکنن، یعنی از جلوش میگذرن، فقط میبینن اونو. گفتم تمام عربا این یکی حرفی که تو میزنی این مالکشیه، تو داری مالی میکشی، این داری یه جوری میگی که مثلا مردم میبینن، ولی تمام عربان عربن، از عربی هم بلدن دیگه، همشون اعتقاد دارن که بله محمد همچی حرفی زد که همه ما میریم جهنم. خب من چرا دارم زندگی میکنم؟ برای چی این ریلیجن دیگه این دین رو قبول بکنم؟ اگه میخوام برم جهنم با این دین، خود دیگه چرا با این دین باشم؟ دیدم دیگه حرف نزدم. گفتم من مسلمون بودم، خدا منو نجات داد، رفتم مسیحی شدم. خدا رو شکر میکنم که مسیحی شدم و مسیح رو شناختم. دیگه حرف نزد. اینه، همش مالکشیه، همش میخوان اون چیزهایی که گفته تو قرآن میخوان ماله بکشن، میخوان یه جور روک راستش بکنن، نمیتونن. چون بهش گفتم توی انگلیسی، توی نمیدونم اسپانیش، توی فارسی همش این نوشته،
تو داری یه جور دیگه داری به ما میگی. خودشون هم نمیدونن. من نمیدونم چجوری در اسلام بعضیا میمونن و نه میخونن قرآن و نه اطلاعی از اسلام دارن ولی با اسلام میمونن. این صحبت من با این شیخ مصری بود. امروز شما میتونین برین اون سوره مریم 71 رو نگاه بکنین که ببینین همچی حرفی زده محمد یا نه. شما نگاه بکنین 40 سال حکومت دینی اومد که اسلام باشه، بر مردم ما بجز ظلم و ستم کار دیگری نکردن. اگه این دین، دین رحمت و محبته، این حکومت با دین اسلام اومد، هر روزم تو سر مردم داره میزنه با همین اسلام. میگن این شیعه است، نمیدونم این کار میکنن. در عربستان برین نگاه بکنین، مردم تا هر کاری بکنن طبق آیه قرآن میزنن تو گردنشون، اعدامشون میکنن، میکشن اینا رو. اگه دین اسلام خوبه چرا نمیزنین شما مسیحیت بیاد تو ایران آزاد صحبتش بکنه، مسیحیت بیاد انجیلو پخش بکنه مردم بخونن؟ چرا نمیذارین؟ بس میدونین که دین تو ما یک گرفتاری داره که نمیذارین مسیحیت مردم بخونن. میدونین که مردم میرن به طرف مسیح، چون این کتاب، کتاب روانشناسی است، این کتاب کتاب دینی نیست، کتاب زندگی است، کتابی که راه و رسم زندگی رو بهت یاد میده. بهت نمیگه این کارو بکن میزنم تو سرت، اون کارو نکن نمیزنم تو سرت، نه. یا هر دقیقه در یک طرف وایسا منو مثلا عبادت بکن، نه. به این میگه هر جا دوست داشتی میتونی منو عبادت بکنی، هر لحظه دلت میخواد منو میتونی عبادت بکنی، با من میتونی همیشه صحبت بکنی هر جا. این خدا، خدا میزه پدره. میتونی این تلفن تو دستته یه زنگ بزنی بابا حالت خوبه؟ یا نمیدونم من همچی خواسته ای دارم، من این گرفتاری دارم بابا فلانه، اینی بابا رو میمونه. نم ریاضت نمیخواد بکشی، دین ریاضت کشی نیست که تو ریاضت بکشی. روزه امام این روزه نیست که اونا میگونن. من روزه میگیرم، به هر کس برای عقیده خودش یه روزه میگیره. یه نفر میگه مثلا من گوشت نمیخورم، فقط سبزیجات میخورم، من مثلا آم میخورم، از شبش هیچی نمیخورم تا ساعت 5-6 برای خودم، این روزه ای ماست. آب میخورم که با آب، چون خدا میگه نمیخوای ریاضت بکشی، بدن تو سختی نباید بیاد، سرکار هستی انگار نه انگار که مثلا تو روزه ای. و واقعا هم 3 روز داشتم کار میکردم، هیچ که نفهمید من که من روزم، فقط آب میخوردم، هیچ کس نفهمید که چرا من غذا نمیخورم تا ساعت 6. خدا اینجوری میخواد که تو روزه بگیری هیچ که نفهمه، چون خدا داره میبینه. من به خاطر خدا دارم میگیرم، من به خاطر اون چیزایی که در قلبم، دعایی که میخوام با خدا شریک بکنم، خدا برای من حل بکنه این دعا رو، روزی میگیرم، دعا میکنم با خدا، هی صحبت میکنم، هر دقیقم دعا با خداست، کلام خوندنه. یعنی رفاقت دو طرفه است، عشق دو طرفه است. نمیگم اونجا اللهی هست میزنه گردنمو میشکنه، نه، چون خداوند عشق، محبته، شادی، آزادیه. من خدا رو بابای خودم میدونم، من خدا رو دوست خودم میدونم، من خدا رو عشق خودم میدونم، من خدا رو وجود خودم میدونم. خدای من اینه، نه خدایی که بترسم ازش یه بزنه تو سرم، نه، همچین چیزی نیست. هیچ ترسی هم ندارم، احترام میذارم به پدرم، چون ایمان دارم هر چیزی که دارم مال بابای منه، اون به من داده و اون خواهد داد. مشکلات به سادگی میگذرونه اگه توکل و اعتمادم به اون باشه.
اینی که عیسی مسیح توی قایق نشسته بود، شاگردانشون تو قایق نشسته بود، عیسی مسیح ریلکس برای خودش خوابیده بود، طوفان در گرفت، همه ترس، لرز، گرفتاری، بدبختی، وای طوفان گرفت، الان میمیریم، الان غرق میشیم. ای بعد میگفتن استاد پاشو نمیبینی طوفان تو خوابیدی؟ پاشو گفت چقدر کم ایمانین، طوفان آرام کرد، گفت آرام باش طوفان. طوفان که آرام شد گفت چقدر بی ایمانی شما، من نشستم پیش شما ندیدین تا حالا 3 سال با شما میرم اینور میام اونور، این همه معجزات میکنم جلوی چشم شما، مرده رو زنده میکنم، کور بینا میکنم، شل و خرامان میکنم، باز ترسیدین؟ چرا ترسان؟ وقتی خدا با من چی ترسی داشته باشم؟ آخرین چیز اینه که یه نفر بیاد مثلا جون منو بگیره، یا مثلا مرگ بیاد جون منو بگیره. خب بگیره، من میرم جایی که میدونم خداوند اونجاست، جایی که بهشته، میدونم میرم پیش خداوند. اینجوری باید فکر داشته باشی که از مرگم نترسی، آخرین درجه مرگه. تو اگه با این خدا قدم بزنی، با بابات قدم بزنی، میری پیش خودش. 8 میلیون آدمی که رفتن با اکسپریانس یا همون تجربه بعد از مرگو داشتن، خب اینا رو نگاه میکنی، میزنی مثلا میبینی که آقا رفته اون دنیا، اصلا دوست نداشت برگرده، ولی خدا گفت الان ماموریت بهت میدم، از دیوار برای خود زندگی نکن، معرفی بگو منو که بدونن که بهشتی جهنمی وجود داره. چون دنیا دنیای شریر و شیطانیه، دنیایی هست که با این زرق برق تو رو گول میزنه، میاره توی پردگاه، پردت میکنه توی پردگاه. دنیا دنیای ریاکاریه، دنیا دنیای نامردیه، دنیا دنیای میگیم خدا چرا ده؟ خدا هست، خدا همه ای ما رو آزاد آفریده، خدا به زور به من نمیگی که بیا منو پرستش بکن. خدایی هست که آب میگه تو فکر داری، آزادی من تشخیص بدی، با من زندگی بکنی. دوست نداری با من زندگی بکنی نکن، ولی اگه با من زندگی بکنی زندگی جاوید داری، اگه با من زندگی بکنی مشکلاتت حل میکنم، اگه با من زندگی بکنی راهنماییت میکنم در زندگی، اگه با من زندگی بکنی سعی میکنم که شادی بکنی، سعی حتما شاد باشی. ولی ما که نمیخوایم، بابای ما میگه بیا اینجا پسرم پیش من، من میگم نه میرم مثلا این اون پسر گم شده. پدرش زنده بود میگفت که ارث بابای منو بده، ارث بابایی رو منو بده، از پدرش میگه من برم برای خودم عشق بکنم الان تا که زنده ای، نمیخوام اینجا زندگی بکنم. گفت باشه پسر، ارث بهش داد، رفت همه را عیاشی کرد، باخت، بدبخت شد، رفت تو یک با یک مرده، یک کشاورزی کار کرد که خوک داشت، با خوکا زندگی کرد، اونجا خوابید، با خوکا غذای خوکا رو خورد، بعد به این نتیجه رسید من چی غلطی کردم. پدر من اونجا تمام کارگرانش بهترین زندگی رو دارن میکنن، من از کارگرش که دیگه کمتر نیستم، میرم پیش پدرم میزه اون کارگرا زندگی میکنم. وقتی هم اومد پدره و پدرش، پدره نگفت که ای پسر رفتی تمام پولا رو از بین بردی، دیدی چی شد فلان، نه، اونو در آغوش گرفت، گفت پسرم خوش آمدی دوباره، به فهمیدی که دنیا چی خبره، اومدی به طرف من، من تو رو آزاد میتونستم تو رو زور بگم نه نباید بری، ولی گفتم بیزار بری خود سرت به سنگ بخوره، بفهمی که زندگی اینی نیست که تو میبینی. ما اینجوری زندگی میکنیم، همیشه زندگی ما همش وارونه است، زرق برق دنیا رو نگاه میکنیم، نمیدونیم این زرق برق دنیا ما رو به چی راهی میبره، به کجا میبره که تا داغون شدن هم ما رو میذاره، داغون میکنه ما رو، از بین میبره، نابود میکنه ما رو، نمیدونم بدبخت و بیچاره میکنه، مانده از همه چی میکنه میفتیم. این امروز ایران ما 40 سال اینا اومده، ما همه ما مونده شدیم اینجا،
حالا موقع فکر اینه که دیدین شما در سیلا در چیزا هیچ کمک نمیکنه. اول فیلم هم دیدین اینا سنگ به سینه لبنان و سوریه و فلسطین و یمن و اینور اونور میزنن. برای اونا اگه خرابی باشه سری و سر نمیدونم هلیکوپتر میفرستن امداد هر چی بخوام براشون میدونم خونه براشون درست میکنن. سیل زدگان یچی، زلزله زدگان یک سال توی آب دارن زندگی میکنن. همه اینا رو شما دارین میبینین مردم، خودتون بهتر از من میدونین. منم دلم میخواد که شما زندگی خوبی داشته باشین. تمامی حرفا رو میزنین به خاطر اینکه شما زندگی خوبی داشته باشین، ایران ما آزاد بشه و زندگی در فشار نباشین اینقدر. این تمام گفتهای ما بلا ما که بر علیه شما که نیستیم، که دوست داریم که ایرانی ما آزاد زندگی بکنه، دوست داریم که ایرانی ما شاد باشه همیشه در زندگی. یاسر جان اگه سرود میخواییم گوش بدیم من آمادم. برایت میکنن جانها فدا، دل به دریا میزنندت بی صدا، مردان خدا کیستی تو؟ ای کاش من هم قطره ذره از تو بودم، با تو بودم. ای عشق این تو هستی؟ آن تو بودی کان مسیحا گفت با آن میتوان روحها را جا به جا کرد، دردها را بی صدا کرد، مردگان را زنده اما جان فدای برها کرد. کیستان؟ عشق است یا ایمان؟ نمیدانم نمیدانم، فقط من خوب میدانم که بی تو مرده ایمانم، چو طفلی گیج و حیرانم. میدانم خوب میدانم عمل بی عشق نتوانم. با من باش مسیحا، با من باش تا زنم با عشق و ایمان نقشی از مهرت بدین سان بر ستون ملک هستی، بر نهاد ظلم و بستی. با من باش مسیحا، با من باش.
عشق من. چایهایتون براز، چایی رو داریم میخورین، به برنامه ما رو داریم گوش میدین، به کلام خدا رو که الان براتون میخوام بخونم داریم به این کلام گوش بدین تا واقعا ببینین خداوند در هر لحظه زندگی ما چی صحبتهایی برای ما داره. میخوام امروز از ارمیای 30 وعده خداوند به قوم خود، من ایمان دارم که اول برنامه اون وقتی اون نوشته رو خودم نوشتم با روی خداوند خوندم همین خواهد شد برای ایران. این وعده خدا به قوم خود، میخوام از آیه 4 بخونم. میگه پس خداوند از 5 فریاد و وحشت به گوش میرسد، ترس بر همه جا حکم فرماست و آرامشی نیست. الان میدونین همچی چیزی هست که تمام هر جا فریاد و وحشت و آرامشی نیست، چون ایران ما همه جا، وقتی خرم‌آباد من یا شیراز من یا گلستان من وقتی داغون میشه، سیل زده میشه، منم ناراحتم. آرامش برای هر ایرانی است که از بین میره. وقتی فیلم ها را آدم نگاه میکنه دل آدم درد میاد، بالاخره هموطن منه، کشور منه، گلستان باشه، شیراز باشه، خرم‌آباد باشه، نمیدونم کرمانشاه باشه، فرق نمیکنه، هر جا باشه از ایران. میگه آیا مرد آبستن میشود؟ پس چرا مردان مانند زنانی که میزایند دستهای خود را بر کمر گذاردن و رنگاشون پریده است؟ میگه روز هولناکی در پیش است. خدا نیاره که بیشتر از این خسارت ببینیم، ولی کشور ما زیر لعنته. کشور ما توسط همین بتایی که ساختن، روش امامزادهایی که ساختن زیر لعنته. تا اینا از بین نرن لعنت از ایران برداشته نمیشه. میگه روز هولناکی در پیش است، نظیر آن تا به حال دیده نشده است. حالا این همه خسارت باید ببینیم، خدا اون روز نیاره که بیش از این بشه، ولی چون ایران ما زیر لعنت، من اون هفته هم گفتم روزهای بدی در پیش داریم، روزهای بدتر در پیش داریم، ولی خداوند دعا میکنیم که خدا با آرامش بگذارن اون روزها رو. کی برای ما آورد؟ همین رژیم دینی که 40 ساله دارن لعنت بر ایران حکم فرما کردن و ایران ما رو لعنت زده کردن. آن روزا زمان سخت قوم من است، خدا میگه، ولی از آن نجات خواهند یافت. ایمان دارم که خدا نجات میده ما رو. در آن روز یوغ بندگی از گردنشان برداشته خواهم
شکست زنجیرها را از دست و پایشان باز خواهم کرد و دیگر بیگانگان را بندگی نخواهند نمود. ما حالا اینا بیگانن دیگه، حقیقتا اینا ایرانی هن. اینایی که عرب پرستن، همیشه سنگ به دل عرب دارن میزنن، لبنان و سوریه و فلسطین اونا رو میزنن، برای اونا کمک میکنن. اینا ایران وقتی اصلا قبول ندارن، خزر به یه طرف میدن، خلیج فارس به یه نفر میدن، دریای عمان به یه نفر میدن، نمیدونم کیش به یه نفر میدن، همینجوری تیک پاره دارن میکنن میدن. خب معلومه که بیگانن اینا. خدا اینی میگه. میرم از آیه 12 میخونم دوباره. میگه ای قوم من، گناه تو مانند زخمی است علاج ناپذیر. گناه ما چیه که این امامزاده ها رو که لعنت شدن، امامزاده ها بت پرستی میکنیم؟ گناه ما ایرانی ها اینه که بت پرست شدیم. هرچی هم خدا رو شکر خیلی الان به عیسی مسیح ایمان آوردن، از این لعنت اومدن بیرون، ولی کشور ما زیر لعنت. ایمان دارم که به زودی زود خداوند اون شریر و شیطانی که روی ایران است نابود خواهد کرد. ایمان دارم. کسی نیست که تو را یاری دهد یا زخمایت را ببندد. این بیگانگان که بر ما حکومت میکنن، خداوند اینه داره میگه. نه زخمای ما را دوا میکنن، نه کسی کمک ما میکنه. مردم خودشون هستن دارن هم دیگر کمک میکنن. اونایی که میان میخوان یه عکس بگیرن، یا دو تا قایقای معمولی انداختن، دو تا ماشین آوردن الکی. دارو درمان هم دیگر فایده ندارد. تمام دل باختگان تو را ترک کردن. این در رابطه با کشور داره میگه. تمام دل باختگان تو را ترک کردن. چقدر این آدم هایی که بیرون رفتن، مثل من یا آدم هایی مثل خیلی آدم ها، 7 میلیون 5 میلیون اومدن بیرون، دل باخته ایران بودیم، ولی کاری کردن که ما در بریم. همه این همه آدم برن بیرون، هر کس کشور و شهر خودش دوست داره، ولی کاری که با آدم میکنن، آدم حاضر نیست دیگه در ایران زندگی بکنه. ولی ایران آباد خواهد شد. ایمان دارم که آباد خواهد شد به دست خداوند یا عوض خدای زنده. و حتی حالت را نیز نمیپرسن. تو را بیرحمانه زخمی کردن، مثل این آخونده، مثل این رژیم که راه را الکی عوض کردن، جاده را عوض کردن، نمیدونم آبروها را گرفتن ساختمون سازی کردن، جنگلا رو درختاشون رو بریدن ساختون سازی کردن، مسیرها رو عمل عوض کردن، صدهای اضافی زدن، ریل قطار از روی رودخونه زدن، از زیرش هم آبرو باز نکردن که لاغل بارون بیاد یا آب بیاد از اون زیر بره، از روی ریل قطار داره آب میره وقتی بارون بیاد. گویی دشمنت بودم، تو را سخت تنبیه کردم، چون گناهت بسیار و شرارتت بزرگ است. این در رابطه با کشور میگه. کشور ما که زیر لعنت این امامزاده ها هست، زیر لعنت این بوتا هست، روزی باعث اینا برداشته شه تا کشور ما از لعنت بیاد بیرون. شاید بعضی ها اینو میشنون مسخره میکنن یا میخندن، ولی این واقعیته. چون گناهانت بسیار و شرارتت بزرگ است، چرا به مجازاتت اعتراض داری ای ایران؟ درد تو درمانی ندارد، تو را اینگونه سخت مجازات کردم چون گناهانت بسیار و شرارتت بزرگ است. شرارت ایران چیه؟ بت پرستی و نمیدونم بارگاه پرستی و تمثال پرستی و با حکومتی که لعنت اومد سر ایران، حکومتی که هم بت پرسته، هم دزدی داره میکنه، هم ریاکاره. نامردتر از این حکومت حکومتی وجود نداره، بیرحمتر از این حکومت حکومتی وجود نداره.
دیگه در این 40 سال چی سر ما باید بیاره از این بدتر باشه. هر بلایی سر ملت ایران آوردن به سر ایران آوردن. ولی در آن روز تمام کسانی که تو را مثل این بیگانگان که بر ما هستن میگه، ولی در آن روز تمام کسانی که تو را میدرند دریده خواهند شد. الان اینایی دیدن حکومت دارن مردم ایران را دارن میدرن، اینو خدا داره میگه، ایران را دارن میدرن دریده خواهند شد، اینو خدا داره میگه. تمام دشمنانت به اسارت خواهند رفت. به همین زودی زود ای حکومت دارا، اینو خدا داره میگه، این نتیجه سرنوشت شماست. کسانی که تو را غارت میکنن غارت خواهند شد و کسانی که به تو ظلم میکنن مورد ظلم قرار خواهند گرفت. اینو خدا برای شما میگه ای حکومت دارای ایران که اینقدر ظلم میکنین. سلامتی و تندرستی را به تو باز خواهم گردان و زخمایت را شفا خواهم داد. خدا قولی نمیده که زیر قولش بزنه. خدا روزی زخمای این مردم شفا خواهد داد که دیر نیست، زود زوده. هرچند که اکنون تو را فراموش شده به کشوری شهری متروک شده است، من خداوند قوم خود را به سرزمینشان باز خواهم گردان، اینایی که همه بیرونن، و خانوادهایشان را مورد لطف خود قرار خواهم داد که همه را بر میگردونه به ایران. تو ارمیای 30 الان میخونم، تو ارمیای توی ارمیای 49 خدا این وعده را داد که هرچی هم سختی هست ولی تخت پادشاهی خودمو در ایران برقرار میکنم. این قول خداونده. به همه را آزاد میکنم و کشور ایران را آباد میکنم. به شهرها غرق در خوشی و شوگزاری خواهند شد. من ایشان را برکت خواهم داد تا افزوده شوند و قومی سربلند و محترم باشند. که الان همه مردم دنیا ما رو به یه چشم دیگه نگاه میکنن. خداوند میگه من روزی میشه که شما دوباره همه شاد میشین، همه شوگزار میشین، یا اول خدای اصلی رو میپرستین به خوشی به زندگیتون برگرد خواهد کرد. اینی ایمان دارم. من ایشان را برکت خواهم داد تا افزوده شوند و قومی سربلند و محترم باشند. کامیابی دوران گذشته را به ایشان باز خواهم گردان. دورایی که قبل از اینا بیان مردم چی زندگی داشتن، میگه خداوند میگه دوباره به شما باز خواهم گردان. و آنها را استوار و پایدار خواهم ساخت و هر که به ایشان ستم کند مجازات خواهم نمود. دیگه نمیتونه کسی به قوم ایرانی ستم بکنه. وقتی این رژیم بیفته خداوند رژیمی میاد که بتونه برای ملت ایران خدمت بکنه و ملت ایران سرفراز بکنه که ما بین تمام این همسایگان سربلند باشه، بین دنیا سربلند باشه. حاکم ایشان دیگر از بیگانگان نخواهد بود. دیگه این آخوندهای بیگانه و عرب پرست نخواهند بود، بلکه از میان قوم خودشان برخواهند خواست. کسی اینشی که ایران دوست باشه، ایرانی کامل باشه، به ایران عشق ببرزه، خداوند اونو سر کار میاره. حالا هر کدوم بستن نمیدونیم کیه، ولی هر کس بیاد سر کار بدونین که از خداوند میاد. من او را خواهم خوان تا کائن و عبادتگر ما باشد، به نزد من آید. چون ما احتیاج داریم که عیسی مسیح رو بشناسیم، ما احتیاج داریم که یعوض سبایوت خداوند زنده رو بشناسیم، ما احتیاج داریم این خدا، این پدر مهربان پر از عشق رو بشناسیم. دیگه اینقدر دست به این غریبه ها دست راز نکنیم.
کشوری باشیم صنعتی، هم صنعتی هستیم، هم ثروت داره، هم جواهر داره، هر چی بخوای ایران داره. خداوند میگه دوباره شما رو سربلند خواهم کرد. میرم به آیه 29 از 11 میخونم. میگه خاص و اراده من سعادتمندی شماست، نه بدبختیتان، و کسی جز من از آن آگاه نیست. من میخواهم به شما امید آینده خوبی ببخشم. اینو خداوند داره میگه. همه هر کس میشنوه بدونین، در دلتون بگیرین که خداوند این حرفا رو میزنه و به قولش وفا میکنه، چون او امینه. در آن زمان مرا خواهید خواند و نزد من دعا خواهید کرد و من به دعاهای شما پاسخ خواهم داد. ای ایرانی، حال باید به زانو بیفتی. ای مسیحیانی که در ایران هستین، باید به زانو بیفتیم و این خداوند دعا کنیم به سوی خداوند که خداوند نجات دارد می آید. خداوند خواهد آمد به ایران، را نجات خواهد داد به زودی زود. بس از دعا کردن منصرف نشین، از دعا کردن نمیدونم دل سرد نشین. دعا کنین، دعا کنین به سوی این خداوند، چون خدا دعای شما رو میشنوه، به خصوص مسیحا، اونایی که مسیحی هن. وظیفتون امروز دعا برای ایران و ایرانیه. ما اینجا داریم دعا میکنیم، تمام مسیحیان ایرانی در تمام دنیا دارن دعا میکنن. وظیفه هر ایرانیه که برای کشور خودش، برای ملت خودش دعا بکنه. بله یقینا مرا خواهید یافت و من به اسارت شما پایان خواهم بخشید و شما را از سرزمینایی که الان ما این برا هستیم همه رو با آنجا تبیید کردم جمع کرده به سرزمین خودتان باز خواهم آورد. خدا رو شکر که ما دوباره میایم به ایران، ما به ایران ایرانی خدمت میکنیم و کلام خوش اونجا در ایران به مردم میرسونیم، به گوش مردم میرسونیم، به قلبای مردم میرسونیم که این کلام شیرین خداوند رو بگیرین، از بوتا و از لعنتا و از تیمسارایی که براتون ساختن بیایم بیرون، از این لعنتا بیایم بیرون. نمیدونم بگین اسم فلان آدم ببرین، اسم این اون عباس حسن محمد تقی نقی نمیدونم اینا رو بگین، اینا نجات دهنده نیستن، اینا همه مردن رفتن. نجات دهنده اصلی ما خداوند یهوه، خدای زنده است. خداوند منجی ما مسیحه که ما رو نجات میده. روی صلیب رفت که خونش رو که من و تو رو نجات بده. هر که به صلیب عیسی بنگرد و هر که به خون عیسی مسیح ایمان بیاره و ایمان بیاره که عیسی مسیح روی صلیب مرد، بعد از 3 روز زنده شد و حال در آسمان در بهشت هست که ما هم بریم پیش اون. اگر قبول بکنی، هم وطن من، هم زندگیت شاد میشه، هم بهشت تو تضمین میشه، هم با آرامش خداوند زندگی تو به پیش میبری. دیگه لعنتا نمیدونم این دعا نویسا، تمام ایران این دعا نویسا بر زیر لعنت بردن. دعا می‌نویسن ای ملت ایران این دعاها رو نگیرین، به خونتون نبرین، اینا همه لعنته. بهتون میگم بیا براتون دعا بکنیم، نمیدونم گرتون باز بشه، نگیرین اون دعا رو. دعایی که وارد خانه ای تو بشه لعنته. شما میتونید دعا بکنید به نام عیسی مسیح گره ها باز بشه، نه این دعا نویسا که به نام مرده ها براتون دعا میکنن، میبرین خونه لعنت، میبرین شیطان و شریر به خونتون وارد میکنین. نکنین این کارو. ما مثل اونا نیستیم مجسمه بیزاریم تو خونه هامون، بعد زیر مجسمه نمیدونم زانو بزنیم دعا بکنیم. نه، مجسمه ها برای ما کار نمیکنه.
بلکه ما به خدا دعا میکنیم. امکان داره یک صلیب بذاریم تو خونه؟ صلیب ما رو حفظ میکنه از شریر و شرارت، صلیبایی که تو خونه خودمون داریم، چون خون عیسی مسیح رو میاریم تو خونه ما و زیر پوشش خون عیسی مسیح خودمون قرار میدیم. امروز بیاین شما رو زیر پوشش خون عیسی مسیح قرار بدیم. امروز دعا میکنم ایران و ایرانی زیر پوشش خون عیسی مسیح حفظ بشه و خداوند ایران به زودی زود طبق گفته و وعده های خودش آزاد بکنه. ایمان دارم هموطن امروز دعای تو رو خداوند میشنوه، به ایران آزاد میکنه. بس با ایمان بپذیر و در نام عیسی مسیح دعا بکن. فقط در نام عیسی مسیح میتونی گره ها را از خودت باز کنی و مشکلات از خودت دور بکنی و شریر و شیطان رو به نام عیسی مسیح دور بکنی. امروز فرمان میدم به نام عیسی مسیح شریر و شیطان از ایران و ایرانی دور بشه، چون خون عیسی مسیح روی صلیب خداوند سر شیطان را کوبوند. بس هر که به عیسی مسیح ایمان بیاره امروز آزادی کامل داره. امروز قلب تو باز بکن و این عیسی مسیح رو به قلبت دعوت بکن. بپذیر که گناهکاری و گناهاتو پیش خدا اعتراف بکن، نه من پیش من، پیش کسی دیگه، پیش خدا اعتراف بکن. خدا گناهاتو میبخشه و میشنوه تو رو. و به نام عیسی مسیح دعا بکن. مرسی که به برنامه ما رو گوش دادین. امیدوارم که خداوند سلامتی و آرامش به همه ملت ایران بده، بخصوص به اون سیل زدگان، برایشون آرامش و صبر الهی و خدایی رو برایشون آرزو دارم. که دست خدا با خانواده هاشون باشه و در شهرشون باشه، که از این سیل و از این بدبختی خداوند اینا رو نجات بده. شما رو به دست خدای یعوض زنده می سپرم. تا هفته دیگر بدرود، تا درودی دیگر. مرسی که به ما نگاه کردید.